یاد خداوند سلام بر شما بینندگان عزیز. بیننده یکی از برنامه های جدید حکایت زندگی هستید و رمضان کم کم به پایان میرسن و از اون بیخبر نیستن که شبهای قدر است. آخرین تلاش های خود را هر کدام را باید بکنیم که در شبهای قدر عبادات و اعمال نیک از خود پجا کنیم. من به سلسله خبرگیری یا حوالگیری تعداد وطنداران نیازمند ما امروز هم آمدیم به خاطر شنیدن حکایت زندگی این خانواده. ببینیم با چه مشقت های زندگی اینا دست و پنجه نرم میکنه. خانواده ای که من کنارشان هستم یک مادر است و دو پسر و یک دختر. یک شوهرشان کجاستن یا پدر خانواده کجاست و زبان خودشان میشنوند. با شما قبلا صحبت کردیم، یک چیز معلومات برای ما دادیم. میخوایم که همی گپا را شریک بسازیم امرای تعداد کسانی که بیننده برنامه ما میباشن. همیشه بگو این دفعه میتون کیا زندگی میکردن و کیا ماندن. از من شهرم بود، ایورم بود، ایورم اتاق بود. باز تقریبا دو ماه آریم اینجا تدایی شکرم بازورم. وقتی بعد از او و خودش هم خبر داشت، گفتم که من اینو تو مشکلات دارم. بیادرت هم گفتم اونو رقم شده. گفت به ما مربوط نمیشه دیگه. حال مام خودم گفت روزگار من گفت به این رقم از من. من نمیترم گفتم کاری کده کنید. بعد از او دیگه آستاستا خودم مجبور شدم که از مال خانه بکشم. بچه هکایم از مکتب ماندم که دیگه مکتب نرین دیگه. مرا خونه میمونم گفتم در بیرون کار کده نمیتونم. چون کرایه ندارم دیگه. چند روز رفتم پلاستیک فروشی کردم خودم. اگه دارو شب خدا بیافتم روز خدا را بیافت خدا اگر قم بوده این رو بیچلاندم. بعد بچه کوی بگفتم دیگه نرم خواهد بکتم او روز صدر کن اینجا رو کن پیدا کنیم غلیمت است. ایت کرش رو بکرای خدا را گفتم بکشه. چون دخترم نمچه جوار از سیاسر از دک جو نگاهش کنم گفتم. کس ما رو جای نمیده گفتم. یک روز اینو من تو میرفتم کار میکردم بیادرم برم گفت. گفت تو عزت آبروی ما رو با یک سوال میکنی گفت. من گفت بخواید تو بیادر برم بیا کمک کن برو نام بتخواید. من سر پرست کسی ندارم گفتم چی کنم خیر. از اون روز دیگه بیادر کردم از زنده ها مرده را قد کردم. بر خود بینم یاد تکلیف از آب پیش شده. یک ساعت با حال هستم یک ساعت بیاد. سه روز است که بالت هستم قرار که دوایش ندارم بگیرم. دست پایم در لرزیده هم تکان میده. نمی فهم چی کنم. طرف بچه میبینم. بچه منو رقم و تکلیفش با اون رقم زیاد شده میره. روز بروز طرف از اون که میبینم. میگم چی کنم. هیچ رایالی ندارم که تدوی چه کنم. شوهرم تا سابق در حکومت پیشین در وظیفه دولت بود، آشپز بود، خوب بود، میشد که سارا پرده میشد. یک ذره روزگار ما صحیح بود. بعد از او که در انفجار کشته شد، ایچه موی سابشو نیافت. در کدام انفجار؟ در میچاره ای عبدالله زنباق شده بود. خب. ایچ دیگه سابشو نیافتم که چی شد، چه رقم شد؟ هستن ایچ جسدشو نیافتن چون؟ ایچ باز وقتی که در وظیفهش رفتن گفت که یک موتره
مامورین اما قدر نفر داشت بود دورم اینجا کشته شده دیگه ما از سرای صحبه زوری نیافتم که چه قسم شد چرا خم شد صحبه از خانه برامده بود؟ بله او افته یک شابود دو شابود نوکری میداد وانم بو شاک رفت صبح خانه میامد شاش نوکری به صبح پس میرد و زمین چه صبح که برام رد همه ساعته این افت بجه بود که خدا گردن رو من نگیره اشت بجه که انفجار رو اینجا شده بود وقتی که ما خبر شدم من گفتم برو خیر هستید حتما در وظیفه خود این یک روز دیر شد من گفتم شاید البته نوکری داشت زنگ زن تلفنایش رخ نمیکرد وظیفهش بلد نبودم تا که پرسپال که پیدا که وظیفهش رفتی رفتم پرسان کردم برمای نمی گپ برمای گفتن چون کس بی کس بی کوی بودم دیگه ایچ رایی هم نداشتم که بکی موگیم بکی فریاد بزنم از امون روز که شوهرتان از دست داده این روزگارتان خراب شد بله از امون روز دیگه پاس از دست داده چون نبود دیگه کسی نانو یا میافتن مکتب آخر که نشد مجبور شدم دیگه ده یک سال سر از یا خواندم خودم میسیم تا تلاش میکردم بود در بعض خانه میرفتم کار میکردم کالشوی میکردم پاکاری میکردم باز میآوردم یک چیز پخته خام مردم برم کمک میشد گذاریم باز وقتی که حکومت طالبا که آمد دیگه نماندن و کل مردم هر کس سر سوتی چیز دیگه نه کار تانستم نه بیرو برم به بیرو نمه برامدم میرفتم خلطر مفروختم دیگه میکنم دیدم نشد نمیماندن اونو به خود تانم شاید مالم باشه که میزنه لطکوب میکنه زنم امر با معروف خیلی نمیمانه به خاطر کار نمیمانه؟ بله یا که زنه اینو مثلا ما برای ما کار میکنم ما مجبور هستم کن اگر جای بیشترم خلط فروشی کنم یا دیگه که من نمیتم مردی نه کسی ندارم نشد بچه که من کشیدم گفتم خیلی تو مکتب نرو اردیتان دیگه مجبور هستیم که کرای خانه رو خیره ایچه هم خوردن و نقصش نشیم کرای خانه رو پیدا کنیم که سرپناه داشته باشیم که در کجا هم جای خیمه زندگی کنم که دختر جو بچه خوردت کجا هست؟ او رفتا دیم بی کالشی رفتا اونم روز صدر پا دو صدر پا اونم تا هم اشت بجه شو نو بجه شو کار میکنونم میونم یک گاز من دازم اونم مثلا یک بور یک یک چای بگی دینم تو میتونم یک پنج تا نور گری خود میانه این می رقم تین میکنم تی نرز برما صاحب خانه زنگ زد گفت اینم ما چارم میشه گفت تو کرارا گفت ندنی گفتم بیا در تو از حالت زندگی میخواد تو خبر داری که چی حالت است گفتم خیلی چه رقم کنم خیلی رسوله که من کوش میکنم که پیدا کنم از یک آن تا بگیرم برات بتم کرارا مقصد گفت تا شاری در رقم میشه کرای مرا برابر این بچه های کت که بود کنشی رفته چند سال است؟ این 12 سال است نه خورد بچه است؟ بله از این نمی ترسی که تا ساعت 8-9 شب بیرون می باشه خدای نخواسته دیرا برش اتفاق گفته چی کنیم بیادر؟ رایل ندارم مجبور است کدام مادر خوشش میه که اولادش بود باشه؟ یا اولادش از تحصیل خود بانه کدام مادر خوشش میه؟ این بچه های که دیگه چی میکنه؟ این کراچی دوانی میکنه کراچی میگیره کراچی شون اونجا است کراچی میگیره اونم دم کراچی اون بار میبره از یگان تا از این پیش خانه باشه یا دمندهی ببره کراچی دوانی میکنه و همون تا اگزره که میگرده دفته اونو تو تکلیف دستایش رویش کلی زیاد شده میره بازی میای در خانم طرف خود میبینه میبینه رنگ هر کس برزی یک گپ میزنه مثلا مثلا خاطر اون تکلیفاش برش میگه که تو اینو ترستی تو ترستی شام اتال برد میره که شام بل کرد که دو اتال ایتا چه تکلیف داره بچه هست؟ اون تو دم دستش پا رویش بنا تو یک مشکل داره خب مردم امروز دست ندارن پای ندارن چشمشان کور است بسیار تکلیف های دیگه دارن مردم نابینا هستن ناشنوا هستن که ما شما گنگه میگیم برشان اینی رقم مشکلات داره مردم نام خدا بچه جوان قدش بلند، قد و قامات داره، سر و صورت داره این مردم که مردم پشتر کسی یک چیز دیگه بله امروز یک شرایط آمده که مردم فرزند پشت پدر خود گپ میزنن
شوهر پشت خانم خود گپ میزنه. ای که اگر گپ مردم شما به دلتان بگیرین یا بچه تان بگیره، ای خود درست نیست، ای خود زندگی نمیشه. شما برین در داخل شهر بگردین، قد و قامت و امین جوان مردیش به هر ترتیب، امین سر و صورت را که بچه شما داره، کدام بچه داره؟ چند نفر بچه داره؟ شما ده نفر بچه رو ببینین که چند نفر از اونا حداقل به اندازه بچه شما هست؟ امیره بردم در هتل ها چند جایی گفتم اگر به حساب شاگرد کار بگیرم، گفت نه دوست از یه طرح از ما گفت مشتری نان نمیخوره باز اینا چطور میکنه چه نان میگه پس همه تو نام میگه چه دامده خود درست است وقت رستوران جای کار بر از اینا نیست؟ آخر نهش گفتم خیلی بچم کراچی ده بگی دیگه دمی کراچی برو هر کاری که میکنی مجبوریستی کراچی دهانی کنی دیگه رایال گفتم نیست دیگه چطور کنم دیگه خیر، همراه شما دو نفر گپ میزنیم کمی، زیاد هم گریه نکنین، گریه بکنین، دلتان رو خالی کنین، اما زیاد نیدیگه. روزگار از طرف خداوند آمده. امروز تنها یه مشکل اقتصادی رو شما ندارین. امروز تنها شما بی پدر نیستین، شما یتیم نیستین. امروز در افغانستان به میلیون ها یتیم است. اگر شما یک قسم خود از رنجانین، آینده تان چی میشه؟ نام خود چی هست؟ هارون. هارون جان، چند ساله شده این؟ 14 شده این سیزه جان. 14 ساله. این نام خدا جوان هستی دیگر. وقت قد قامت ده کس ببینه فکر میکنه 18 هستی، اما 14 هستی. مکتب تاسف چند خواندی؟ مکتب تاسف 11 خواندی. تاسف 11. 11 را تمام کردی یا نه؟ نه، خب. اینم هم سال الهیش کردی؟ آه. خب امیالم سر وقت است فکر کنم شاید شامل شوی اگر بدینی شامل میشم خب سر امروز از صبح بیکار بودی آه صبح جمعه کدی امروز دیروز در کار رفته بودی دیروز رفته بودم کارو چی یک تایر از خودت هست کار چطور بودی روز یک دو ست کار کردی خوب بود کار نشد ساید این کنیم سرم قدر کار کردی خب بسر نام شما رو پرسان نمی کنم هیچ اما بگه این تاسم چند مکتب خوانده بودیم تاسم فی 12 12 رو خلاص کردی یا نه؟ 12 رو بله خلاص کردی امتحان سالانه تا خلاص کردی؟ نه خیر امتحان سالانه رو نمونده خدا میربان است میگن بعد از این مکتب ها باز میشه ما هم به میفعال نیک میگیریم که مکتب ها باز شد شما 12 تا رو خلاص کنیم چقدر وقت میشه پدرتون از دست دادین؟ 5 سال میشه فکر کنم نه خیر نه 2 سال میشه چاره ایزم با؟ خب 5 سال گذشت یا کدام انفجار دیگه بود که یاد من نیست خب 2 سال چاره... میشه درست دقیق به یاد من نیست من وقت پدر نه ایفو میدیم اما پدرتون یادتان است بله پدر شما رو بچی بسیار تشویق میکرد ما را مصر به درس ما تشویق میکرد نگفت درس بخواهید آینده تان درست کنید چون آینده تان مسلمان نشه پدرتان بسواد بود بله اما میخواست شما با سواد شوید آرزو داریم پیدا با آمدن اینایی تا آمدن هیچ آرزوی نداریم بگوییم در زندگی شما چه تغییر آمدن که ناخوش هستیم زندگی ما زندگی از کنیدی معلوم نداره اینایی که آمدن ما را از درس از تحصیل از کار از همه چیز ماندن اگر دوباره زمینه درس و تحصیل آماده شوه خوش میشه؟ بله ها بازو زمان از این حکومت ناراض نیستین شما؟ خب درس تحصیل همه چیز به کس ماهیا شد نخیر نیکی رست که ناراضی باشه شما از اینایی که میگین آمدن این حکومت
به خاطر چی ناراض هستین؟ به خاطر امی درس و تحصیل و کار شما؟ بله. یعنی اگر زمینه درس و تحصیل براتون مهیا نکنه بازم شما آزرده هستین. اگر این زمینه رو براتون فراهم بکنه بعد از او راضی میشین. بله خود چون این زمینه رو به ما مهیا کنه ما درس میخوانیم، تحصیل میکنیم، به یک جای میرسیم، میتونیم خود از مشکلات کشیده. نظر شانی است از حکومت به خاطر ناراض است که میگن زمینه درس و تحصیل سر ما بسته کردن. اگر دوباره زمینه سازی بکنن، بستر سازی بکنن به خاطر درس و تحصیل زنها ما راضی هستیم. همین رضایت و نارضایتی اینا به نمایندگی یک تعداد دخترها و خانمها اینمی است. اینکه چقدر اینا رسیدگی میشه و چقدر این خواست از اینا از دید زماندارا درست است ایرا از زبان خودشان در برنامه های آینده انشاءالله که میشنویم بعد از این برنامه های خواهد داشتیم امروی مسئولین و اینکه چی کارهایم صورت میگیره او را شاهد خواهد بدهیم خودمان. من هم در این مورد هیچ چیز گفته نمیتونم. روزگار بعد سر شما آمده، سر اکثریت مردم افغانستان آمده. شما اگر دمی کابل بود فکر کنم 22 ناحیه میشه. در 22 ناحیه کابل و 9 ولسوالی که در کابل است اگر بگردین 70% مردم گشنه هستند. 70% مردم مشکل اقتصادی دارن. یک تعداد کمشان که مشکل اقتصادی ندارن. در پالی مشکل اقتصادی از چی بسیار رنج میبرین؟ چی بسیار شما را غم میده؟ گریه میده؟ از یک پدرمونی است، یک سرپرست در خود کس نداریم. برادر جوان دارین کنارتان؟ نه خیلی نیم. حداقل برادرتان جوان است، 14 سال است نام خودم. خب اینا خورده هستن به درس تحصیل ضرورت دارن. خب امروز اگر خورد است تا 2 سال دیگه 3 سال دیگه انشاءالله که این کارگر میشه و برادر دیگه تام جای زیر میگیره به سن ازی میرسن او زمان میشه که مشکل اقتصادی تان رفت شما. خب این یک امر طبیعی است که یک پدر خود از دست میته، یک مادر خود از دست میته. پدر مادر تا آخر نمیباشه کنار یک اولادای خود. مهمی است که اولادا بتانه خود اما زندگی خودم مدیریت بکنه، یک نظم بده به زندگی خود. اطور نمیشه که مثلا پدر را تمام چیز را بر هم بزنی که ولی من پدر را. مشکل اقتصادی است، وضعیتتان خراب است. در این زمینه ما تلاش میکنیم که بتانیم شما را همکاری بکنیم. اما ادامه درس و تحصیل اگر شما و مادرتان تضمین میکنه. نمیم میخوایم که گوش میکنم بخوانم یا؟ آینده از یا باید بیشتر شد چرا که آینده خود ما میرقم شد بقیه از یا باید نشد یا جای پیشرفت کنن که افغانستان باید یا خودشان و پای خود استاد کنن. هیچ مادر نمیخواه که طفلش بیسواد باشه، هیچ مادر نمیخواه که بچهش بیرا بگرده، بیرا بشینه، بی جای بخیزنه، چون مادر کوش میکنه که آینده اولادش درخشان باشه، یک جای پیشرفت کنم. من تا جایی که تلاش میکنم، گوش میکنم، باز بعض وقتا برای میگم کل مردم بچه ها مکتب میرم، میگم بچه ها چطور کنم؟ رایل ندارم چطور کنم خیلی؟ خدا مهربان است میگم بزی مشکلات بکشم، تو پس تحصیلی تو بخونی تحصیلی ده کنم. کار خانه رو شما میکنیم؟ بله. دیگه کاسه هم شما میکنیم؟ دیشب چی پخته کردیم؟ دیشب قرمه کچالو. امروز چاش چی خوردین؟ خب امروز روزه است دیگه تا خیره نه این فرم خیر روزه نیست. خیر باشم. بر شما اول نظر شما دو نفرم میخواییم. بر شما ما چی بکنیم که زندگیتان دوباره نمیگیم که شما بسیار پولدار شوید.
حداقل کار بتونین که زندگی شب و روز تان تیر شود و به درس و تعلیم تان ادامه بتین. هر دویتان بگید نظر تان چی شود با شما؟ ما هم قمی خواهیم درس ما خود درس خدا ادامه بتیم. یک چیز از آینده خود بسازیم، آینده ما درخشان باشه. نمیخواهیم اونقدر داره زیاد داشته باشیم، اما قدر که شب روز خدا پیش برده بتانیم. آرزویتان چی هست؟ آرزوی بزرگتان؟ ما آرزوی بزرگمی بود که یک دکتر شو، ولی فعلا دیگه امکاناتش نیست. خب. چون با آمدن اینا همه چیز همه گیه همه دختر خانما و خانما به جای کار به خانه ماندن، به جای تحصیل به خانه نشستن. خب خدا مهربانش، مکتب ها باز شود، شما امتحان سالانه میتین؟ بله. فارغ میشین، وقت فارغ شده امتحان کنکور میتین. اگر به دولتی را یافتین خوب، اگر را نیافتین شما برین شخصی بخوانین، مسئولیت اما پانتون یا دانشگاه شخصی هم که شما میرین ما به دوش خود میگیریم. حداقل چند سال بعد شما دکتر میشین. دکتر شدن دیگه کدام جادوگری نداره. مهمی است که شما یک استعداد خوب داشته باشین. مشکل مالی هرچی داشته باشه او را ما حل میسازه. خوب میشه؟ بله درست است. شما هم به آرزویتان میرسید. و شما بگوین چه شبه بر شما که دقل درستان بخونی؟ آرزوی خودت بگو برم؟ آرزوی خودم بود یک انجینر میشدم. انجینر. در مکتب استعداد خوب بود؟ آه خوب بود مکتب. بسیار خوب. قدتان بلند است انجینر آقای مگرم. و امروی خودت مشوره میکنیم. شما هم در خانه کشیشتین، وقت دارین مشوره کنین که در پولی ازی که نیم روز درس میکنین خودت نیم روز یک کار آسان بکنین. امروی زو برادرت مشترک. بله. نیم روز درس بکنین، نیم روز یک کار آسانه که دقل روز یک دو ساعت، سه ساعت، یک و نیم ساعت هر قدر که میشه پیدا کنین. سرمایه شه ما برتان پیدا میکنیم. والا خو رمضان است و هم دمی وقت تا پای پای سپای نامه کنیم سر کنیم سر وقتی که رمضان نیست روزا دیم میشه شه بازور ما 50 رو پر قدر اسی به هم کار میکنه. خلاص شما اگر میگین یک کراچی میوه، اگر میگین که یک قرفایش شهرداری جور میکنن در بخشایش مختلف شهر از او قرفا میخواییم، یک سرمایه مناسب براتون مهیا میکنیم. یک قسم نشد که شما مصروف کار شوین درس از شما کنن. اول درس، دوم در پولیش کمک کار بکنین. بله. این شما به اینتان مشوره کنین. درست است؟ درست. اما قسمه که برای اولادایتان یادآور شدم. بله. ما یک همکاری میتونیم بکنیم. البته به کمک یک تعداد دوستایی که من دارم بیرون از افغانستان. اما این همکاری یک قسم نباشه که آرد خریده شوه، روغن خریده شوه، برنج بخو ایچ. یک کار باشه که ما ثمر از رو ببینیم. ثمرش چیز دیگه نیست، دو چیز بسیار مهم، یکی درس و تعلیم اولادایتان و یکی هم بهبود یافتن روز تا روز اقتصادتان. نه دخترک تا امروز هم احتیاج نیست، شما گفتین خودتان کار کردین اما برای دخترتان هر چیزی که نیاز بوده برآورده ساختین. تا امروز دخترتان جایی کار نکردن. بچه‌گه که تان بازو دادم مثل یک مرد کار کرده، کراچی داشته و او دیگه شام که فعلا رفته بود رنگ میکنه، او هم مرد واره کار میکنه میاره بر شما پول. ما شما را خدای نخواسته مثل دیگه خانما در بیرون نیدیم که پشت یک نانوایی استاد باشین بگوین یک چند تا نان بته یا ده افغانی بته یا 20 افغانی بته. این چیزی که در کابل زیاد شده در یه آخر در ولایت هم زیاد شده. ما از طریق یک کس آدرس شماره یافتیم، ما قسمت پیشتر آمدیم، خانه تا ندیدیم، خانه شما ندیدیم، پرسان کردیم که شما یتیم دارین؟ گفتن بله ما یتیم داریم. بعد گفتیم که ما این قسم یک برنامه هم میسازیم و میخواییم کمک هم بکنیم. اینا باز یک موضوع را یادآور شدن، گفتن که می فیشا و قما یکان چیز میگن که این کار نادرست از شما در تلویزیون ظاهر شده. من گفتم خیلی به مو دوستا بگوییم که بیاییم شما چند نفر ما را کمک کنین. شما خود دوست هستین، شما خود خیش هستین، شما قوم هستین، ما خود عزت شما هستین.
شما بین میزتتان کمک بکنین. خو نمی کنن یک امر طبیعی است. گپ مفت ما زیاد یاد داریم. اما کار عملی یا یک کاری که به خاطر تغییر انجام داده بتونیم او کار نمی کنیم. در گپ زدن تیار هستیم. خب بر ترتیب بالاخره این برنامه ما تا اینجا رسید. هر کسی که می خواهد این خانواده را سپانسر شود با ما تماس بگیره از طریق اینستاگرام. ما این خانواده را با اونا وصل می سازیم. چقدر حداقل ماهانه شما مصرف دارین تخمینی؟ ما دیگه با حساب حساب نگرفتیم. خب ما براتون میگم ماه 8000 افغانی یک چیز میشه براتون؟ ماه 8000. خب 3500 کرای خانه میدم. 3500 شما کرای خانه میدید؟ بله. اما میشه که شما یک خانه ارزانتر هم پیدا بکنید؟ تعدادتان زیاد نیست. کوشش کردم من در جای پیدا کردم نتونستم. از 4000 از 5000 ندادم. دویم قدم سایه بود. دویم سایه که مردی نیش بچه جوان داشت. نتونستم. دخترم جوان است. محیط حالا یک ذره خراب است. مشکل از ما بیرون مبرایم. این تو مبرایم یکان پشت کار غربی یا یکان جای به خانه می رو کار میکنم. دخترم رو بکیل کنم. از خاطر نتونستم که دم سایه که زندگی کنم. بر شما اگر کار پیدا شود کار میکنین؟ بله. یک کاری که به توان دخترتان باشه کار میکنن؟ بله. چرا نمیکنم؟ ما تلاش میکنیم که اگر بر شما یک کار با آبرو و با عزت یک کدام جای اگر سراغ یافتیم بله حتما شما رو معرفی میکنیم. درست است؟ یک جای درست تلاش میکنیم. کجا میتونیم؟ بخیر درست. کنام خود کفا شوند. اگر بر شما هم کدام کار یافتیم شما رو معرفی میکنیم. اگر بر بچه یکتان هم کدام کار یافتیم خوب در غیر از او خودتان تصمیم بگیرین که بچه چی کار بکنه باید. ما موضوع سرمایش هم معلوم می سازیم. البته سرمایه زیاد نه. کار یک سوپرمارکت یا به یک موتر می خرم نه. یک سرمایه ابتدایی ما برشان همکاری می کنیم. و در پاری از او شما را معرفی می کنیم که ماهانه شما را کمکان بکنه یک نفر برای یک سال، شش ماه یا دو سال، سه سال هر قدر که اونا توان داشتن. سیسته؟ خیلی سه سال زنده باشه. انشالله برنامه ما خوب بود؟ بله. راضی هستیم؟ بله. دکتر شما راضی هستیم؟ بله. من یک مقدار پولم بر شما آوردیم. یکی از دوستای ما در کانادا زندگی میکنن. 10000 افغانی بر ما دادن که بر شما آوردن. این پیسه شما یک حساب بکنید. سیز ده هزار است. ده هزار است؟ بله. اینمی ده هزار است. بی بی آجی حفیظه مادر سید جاوید از کانادا روان کرده که بر از میتیما و غریب آمدین. هرچی گفتنی دارین بگیم. خداوند همیشه وارد در پناه خود داشته باشه. خداوند قبرشان بوده که خداوند جمع کنه تونه که بر بیچاره و غریب مسکین کمک میکنه. سر مندی کامل برشان خداوند بوده. خداوند ایمان نصیبشان کنه. ما خبرش امیدوار میکنم. خوشبخترین خانمی است که بر بیچاره و غریب همکاری میکنه و کمک میکنه. خداوند حج به اطلاع رو نصیبشان کنند. دوام از ما می آرزوی ماست که همیشه با نام نیک سرفراز سربلند باشند. تشکر از شما. یک بار دیگه من یادآوری می کنم این پیسه پیسه خیرات نیست. این پیسه کمک است. این پیسه هایی که ما برای فامیلا در ماه رمضان کمک کردیم، پیسه مردم بوده صرف ما وسیله شدیم، این پیسه خیرات نیست. یک بار دیگه میگم براتون من پیسه خیرات کس را وسیله نمیشم. نه کسی که میگه من خیرات میتونم نه زور میگیرم، نه کسی که میگه بر من خیرات بده نه بر ازون میتونم. من پیسه کمک میگیرم، کسی که به کمک نیاز داره بر ازون میتونم.
اگر نه خیرات، خیرات خورای رفعی بسیار زیاد شده در شهر کابل. شما وقت داخل شهر میرین اصلا حیران میمانین که من وکی چه مقدار پول بودم، چند نفر مستحق است، کی مستحق نیست. در حالی که از یک خانواده بیمین 6 نفر حتی طفل شیرخور خودم بیارن بخورن. حتی میگن که برای طفلک ها چه میگن؟ مواد مخدر تریاک میتن یک مقدار تا او طفلک هم تو بخوابه. او را وسیله ساختن میاین خب حق مستحقین را میخورن. اگر این مافیا نباشن اینقدر گدا در شهر نیست، اینقدر نیازمند در شهر نیست. شما میبینید نیازمندایی هستن که غرور دارن میگن ما پیش کمره ایستاد نمیشیم. چه رسد به این که هر روز اونا بیرون میبرن و مردم از اونا عکس میگیرن، تلویزیون از اونا برنامه میسازن. مانند این خانواده که حاضر نمیشدن. من برشان تمام گپ را گفتم که اینجا موضوع خیرات نیست، اینجا ما کمک میکنیم. مردمی که پول دارن میگن که ما نیاز داریم که کمک کنیم دیگران. شما به کمک نیاز دارید، ما هم کمک براتون میرسانیم. یک عالم تشکر از هر بیننده ما. انشالله که در برنامه های آینده باز هم با هم خواهد بودیم. منتظر سپانسر این خانواده هستیم. هر کس دوترین پیام را به ما فرستاد بر از اونا تسلیم میکنیم. اما همی عادت هیچ از سر وطن دارای ما دور نمیشه. برنامه ایره که یک هفته پیشتر مثلا ما ساختیم تا امروز بر ما مردم پیام کده میره، میگه که ما میخواییم به این خانواده کمک کنیم. او بیدر امی برنامه ما که نشه شد فکر بکنیم تا یک ساعت بعد او سپانسر پیدا میکنند. تا یک ساعت نه، تا هم یک شبه که میگذره از برنامه ما، مثلا 10 ساعت میگذره از برنامه ما، بیشتر از 20-30 سپانسر پیدا میکنند. پس ضرورت نیست که شما 4 روز بعد به من زنگ بزنین و پیام کده برین مزاحمت بکنین که ما میخواییم که سپانسر شما، میخواییم سپانسر شما این فامیل. من به هر فامیل یک سپانسر میخواییم، از یک سپانسر زیاد نیم. اگر شما زیاد هستین برین دیگه خانواده را پیدا بکنین. تنها من ایستم که این کار را میکنم. شما خیش دارین، قوم دارین در کابل، در افغانستان، اونا را وسیله قرار بکنین کمکهایتان را برسانین. تا برنامه آینده خداحافظ.